بسم الله الرحمن الرحیم. CompTIA Network Plus N10007 روز اول است و روز اول موضوع چی است؟ Introduction. کورس را که شما میخوانین باید بفهمین که کدام کورس است و چقدری به دردتون میخوره کورس انشاءالله و چی چیز را در یه یاد میگیرین تا آخر صنف بخیر. Total دوم کورس است. Okay. Who is CompTIA? CompTIA کی است؟ CompTIA خودش یک کمپانی است. CompTIA it's a stand Computing Technology Industry Associate. یکی از کمپانی های است در کل جهان مثلا در United States قرار داره. ای هم چیزش است، وبسایتش است. یکی از کمپانی های است که Vendor Neutral است. The most popular Vendor Neutral IT Certifications Provider. پرووایدر یا هم فراهم کننده اسناد یا سند های آی تی است در بخش در فیلد آی تی هستند. چه قسم سرتیفیکیشن پرووید میکنن؟ مثلا بخش ای پلاس، نتورک پلاس، سکیوریتی پلاس، کلاود پلاس، دیفرنت سرتیفیکیشن پرووید میکنن. و فیلال سرتیفیکیشن از این هم چی شده؟ استاندارد است، بالخصوص ای پلاس از این. ای پلاس یکی از سرتیفیکیشن های استاندارد شده، یعنی استاندارد یعنی جهانی شده، کل جهان ایره میشناسه و ضروری هم شده. هر کسی که در فیلد آی تی میایه کار میکنه، میخواد کار کنه، درس بخونه، آی سرتیفیکیشن ای پلاس باید داشته باشه. استاندارد خب گفتم یکی از کمپانی های جهانی هستن که چی میکنن؟ سرتیفیکیشن ها را فراهم میکنن. صرف اتنه سند بدن، درسشان میتن، کتاب میتن، ترنینگ میتن، خوب شاگرده رو یاد گرفتن، کورس خلاص کردن، باید برشان سرتیفیکیشن هم آنلاین. باید پول ببردازیم، سرتیفیکیشن بگیریم. کورس هم یعنی ای وبسایت ازی که شما برین comtia.org. دیجه کورس های زیاده است، باید تو دو جا اکاونت جور کنین، پول باید ببردازین آنلاین، باید از کورس بگیرین. مثل که شما اینجا حضوری آمدین کلاس گرفتین. در غیر از میتونستین آنلاین می کلاس هم میگرسن. اما خواستم خود از اینها هم همی کورس هایی که شما میخوانین اینها هم درس میتن، اما آنلاین درس میتن. چون در کجا هست؟ لوکیشنشان در یونایتد استیتس هست. خب و وندر نیوترال هست. وندر نیوترال یعنی که فروشنده نیستن، یا کدام پروڈکت ندارن تولید کنن بازو را بفروشن بر جهان، باز درس از را بتن. نو خودشان فروشنده نیستن، صرف یا سرویس فراهم میکنن. خدمات سرویس چون چی است؟ تیچ میکنن، ترین میکنن مردم در فیلد آی تی. مثلا ای پلاس در فیلد آی تی، ای پلاس چی است؟ ای پلاس هاردویر که میگن، اکثرا ای پلاس هاردویر میشناسن، موضوع هاردویر کمپیوتر است. بعد از اون نتورک پلاس، موضوع کل نتورک انفراستراکچر نتورک میفهمن، درس میتن، یاد میتن. اما صرف درس میتن، ترنینگ میتن. کدام پروڈکت خودشان ندارن که بینی پروڈکت سویچ راوتر ما تولید میکنیم دوباره از درس بدیم. نو خیلی دوباره پروڈکت کدام کمپانی درس میتن؟ پروڈکت های سیسکو، پروڈکت مایکروسافت و دیگه پروڈکت مثلا لینکس. پروڈکت سیسکو چی هست؟ سویچ، راوتر، فایروال. دیوایس های اینها را درس هایشان چی کردن؟ به کتاب انداختن، ایره درس میتن، ترین میکنن. همون قسم اکسس پوینت، وایرلس اکسس پوینت راوتر، مایکروسافت سرور و سرور 2016 و ویندوز 10 درس از این چیزها را میتن. حال تولید کننده پروڈکت همی مایکروسافت سرور کی است؟ واضح است مایکروسافت است. پس درباره موضوعات دیگه کمپانی ها اینا درس میتن. اینها چی میکنن؟ سرویس فراهم میکنن. بسیار به دیتیلز، بسیار زیاد به دیتیلز. باز یک چیز دیگه هم داره نتورک پلاس، کم کم از هر فیلد گرفتن. همه خداره که به سطح اول بر یک کارمند در یک کمپانی نیاز است. هر یک کارمندی که به حیث آیتی نو که شروع میکنه جا بخواده برازمون همه قدر کافی است که مثلا ای پلاس بخوانه، نتورک پلاس آیسته هستی کمه که تجربه هستل که باز ادوانس میرن میخوانن CCNA، CCNP یا هم MCSA، MCC، ادوانس. بخش سرور جدا، بخش سویچ راوت جدا. صحیح است؟ اینها صرف و صرف چی میکنن؟ سرویس فراهم میکنن در فیلد های مختلف. در فیلد های مختلف، در خود فیلد آی تی، باز در سب فیلد آی تی که سیکیوریتی است و موضوع نتورک سیکیوریتی است، کلاود است، سیستم است و انجینری است و غیره و غیره، دیفرنت ورچوالایزیشن و غیره و غیره. خب و کدام سرتیفیکیشن ها را دارن؟ مشهورترین سرتیفیکیشن هایشان
IT Fundamentals بسیار یک سرفیکشن بیسیک است. این بر کسایی است که یک شخص فیلد جدا داره، مثلا BBA خوانده، حقوق خوانده یا مدیکل خوانده، بار اول میخواد بیخی فیلد خود چینج کنه بیاید IT، باز ایره باید بخوانه حداقل. ابتدا است، بسیار ابتدایی. بعد از ما داریم A+. A+ is the next step. بعد از Network Plus و بعد از اون Security Plus. و هم قسم so on و advanced. اینی سه دانه که هست A+, Network Plus, Security Plus یا Core هستن. Core یعنی اساسی یا basic. و بعد از اون باز اینها advanced هستن. Cloud Plus, Server Plus, Linux Plus. اما قسم دیگه کورس ها داریم. ما که بخیر دیجا میخوانیم that is Network Plus. Network Plus تا بال 7 ورژن داره. 7 ورژن داره. یعنی 6 دفعه اکسپایر شده، ورژن 7مش اومده. اپدیت ناو اومده. این اپدیت ناو از چی وقت است؟ از مارچ 2018. 3 سال بعد یا چی میشن اکسپایر میشن. اینا 2018 اومده بود. از 2018 تا 19 یک سال، از 19 تا 20 دو سال، از 20 تا 21 میشه 3 سال. تا مارچ یا اپریل 2021 هم امی کورس ولید است. کورس خب ولید می باشد آینده هم، چرا که موضوع یک موضوع سرتفیکیشن است، ولید است. یعنی چی؟ تا مارچ یا اپریل 2021 هم شما میتونین امی ورژن نیتورک کلاس اگزام بدین. بعد از او ورژن ناو کامد، ای ورژن کنه میشه اکسپایر. اقسم کورس ها از جای خود امی موضوعات باز تکرار میشه، اندک تغییرات میاد. مثلا نه دو سه سال چقدر تکنولوژی تغییرات آمده. یعنی می کم کم تکنولوژی که از رو به استفاده که میشه در یک نتورک او رو باز در یک کتاب اضافه میکنن. باز ورژن کونه چیزهایی که استفاده نمیشه، اولد شده، او رو از کتاب میکشن و موضوعات نو میندازن در داخل کتاب، باز او رو باز درس میدن. بعد از 3 سال با چی میشه؟ اکسپایر میشه کورس های کامتی هم قسم مایکروسافت هم هست، سیسکو هم هست، 3 سال با اکسپایر میشه. خب باز امی کورس را شما انشاءالله خواندین، اگر بخواین آنلاین امتحان بدین. آنلاین یعنی که سرتیفیکیشنش از خود کامتی هایی بدست بیارین که یک کمپانی انترنشنال است. بازی سرتیفیکیشن هم انترنشنال می باشه. چطور انترنشنال می باشه؟ او خودش یک دانه چی داره؟ نمبر داره، سیریال نمبر داره. توسط از او سیریال نمبر چی میشه؟ شما شناخته میشین در کل جهان. خب وقتی که باز اگزام میتین، امی اگزام نمبر از این کورس چند است؟ ND007. ND007 اینا لیه ورژن نو از این که باز میه ND008 میشه، اما قسم کتاب نو میه. اینا لیه باز ما تحت از این کتاب پیش میریم. چیزی که در کتاب هست ما ای را کبر میکنیم، صحیح است؟ شما این کتاب هم بطور رفرنس میگیرین، چاپ میکنه دلتان یا از دفتر اهم است پروواید میکنه، میتونین بخرین و اگر کتاب میخوانین شاقی هستین در غیر از باید هم باشین که بسیار خوب است، شما رو بسیار زیاد میرسن. یکی از این کتاب ها هست Study Guide. توتال چقدر چپتر داره؟ 20 تانه چپتر داره. و اگزام نمبر چند است؟ ND007 Study Guide. این کتاب با شما میتونین بگیرین. توتال چقدر درس داره؟ Contents at a glance. این قدر موضوعات میخوانیم. فعلا ما در کدام جایش قرار داریم؟ در بخش IP Subnetting. اینی بخش هستیم، صحیح است؟ اینی بخش خانده رو هستیم. اوکی کامتی نتورک پلاس یکی از سرفیکیشن هایی است که شما را چی میکنم؟ در فیلد IT دیگه هم شما را رشد میده اگر A+ خواندین. It develops a career in IT infrastructure covering troubleshooting, configuring and managing network. چی کارا انجام داده میتونین؟ Network setup کرده بتونین، یک سطح small network بتونین خودتان بسازین، صحیح است؟ دیگه بتونین که network باز کانفیگر کنین. اون network دو network چی نیاز است؟ Switch, router, server, cabling، خود switching, routing بسیار بتر چیز بسیار basic یاد میگیرین در قسمت.
و بتانین باز منیج هم کنین. منیجمنت بسیار یک موضوع کیبل بسیار یک موضوع مهم است در بخش کیبلینگ و دیگر موضوعات. ترابل شوتینگ اگر خراب شوه، بعضی اوقات نتورک داون میشه، نتورک کار نمیکنه، اینترنت کار نمیکنه که کامپیوتر کانکت نیست، و بسیار موضوعات است. اینها را شما چطور آهسته آهسته بفهمین ترابل شوتینگ. What skills will you learn? در کل کدام skills یاد میگیرین؟ Networking concept. Concept network همی فهمین؟ خود network چی هست؟ مکمل یعنی background network همی فهمین که internet چطور connect هست. Network خودش در کل چی هست؟ در کل internet یا network چی هست؟ این همی فهمین؟ Explain the purpose of a variety of networking concepts and implement them appropriately. Infrastructure ساخت ساز کل یک نتورک میفهمین که چی نیاز است در ساخت ساز لاین ها اصلا و اقسام کیبل ها یا هم دیوایس ها کل از اینها را دیگه شما بلد میشین چیزی که نیاز همیشه چرا که نتورک پلاس از همه تکنولوژی ها بحث میکنه از همه چیز بحث میکنه نتورک اپریشن دیگه موضوعات پالیسیز است پالیسی ها را دیگه باز میفهمیم بخش network policies security policies است که در آخر باز انشاءالله میخوانیم use best practices to manage the network طریقه های خوبی را واسه در آخر کورس یاد میگیرین determine policies and ensure business continuity و همچنان skill پنجم ما چهارم ما network security که یک موضوع آخر در اول ما network میفهمیم نتورک چطور ست اپ کنیم، منیج کنیم، ترابل شوت کنیم و باز نتورک سیکیوریتی را چطور امنیت نتورک بگیریم کدام موضوعات است، کدام طریقه ها است، کل زیر و است، کدام شما استفاده کنیم بست است، نظر به کدام نتورک سمرایز فیزیکال سیکیوریتی، موضوع فیزیکال سیکیوریتی است، از کدام دیوائس است، کدام تکنولوژی ها باید استفاده شود کامن اتاکس، از اتاک ها میفهمیم، از نوع ویروس ها میفهمیم تمام اتاک هایی که فلال است کل از اینها را باید ما بفهمیم که وقتی در یک نتورک کار میکنیم فکر ما باید باز باشه از همه چیز که به جای مثلا ما در یک نتورک کار نکنیم دستک نزنیم چیزی را فکر ما باید باشه تمام یوزرها باید بفهمن Common attacks while securing the wired and wireless network هم در wireless هم در wired و همچنان tools tools یک هست network troubleshooting tools tools هایی که باز دیگه استفاده میشه هم در بخش سافتویر همچنان در بخش هاردویر دیوائس هایی استفاده میشه تمام از اینها رو باز دیگه ما میخونیم خب در کل کمپانی هایی که به طور رسمی میشناسن این کورس ها. البته خود کامپیوتر ایرا خب میشناسن باز این کورس های A پلاس نتورک پلاس سیکیوریتی پلاس خوب به رسمی و خوب دیگه به سطح جهانی میشناسن کل کمپانی اگه جای شما بگویم که ما A پلاس سرتیفیکیشن داریم نتورک سرتیفیکیشن نتورک پلاس سرتیفیکیشن یا A پلاس سرتیفیکیشن داریم البته جاهای فیلد آی تی نه که به هر شخص بگویم هر شخص به بارز نمیفهمه و یک چیز ساده میگیره به فیلد آی تی افرادی که مرد در فیلد آی تی کار میکنن شما در اونجا که وقتی که بخواین برین کار کنین با یک دستاورد خوب مثلا A پلاس نتورک پلاس سکیوریتی پلاس و غیره و غیره دیگه کورسا شما میتونین خودتر یک جای جاب داشته باشین بدون کدام چون چرا اوکی okay. این کمپانی ها هستن که به رسمی میشناسن و بعد از اینکه شما نتورک پلاس کورس که کور کردین شما میتونین دینی فیلد های که هست لیجا شما به جاب اپلای کنین به جاب اپلای کنین چرا که دی دو ما کورس شما همونقدر به خیر یاد میگیرین که شما بتانین دی سطح کار کنین because that's so easy junior network administrator computer technician, network field engineer, network field technician, help desk technician و غیره و غیره و غیره اینی فیلد ها هست شما مثلا در jobs.af یا در akbar.af یا و غیره و غیره هزار طریق خلاصه پیدا کنیم یعنی جاب ها را پیدا کنیم پست های که اعلان میشه یا دولتی است یا شخصی است اینی فیلد ها را در بخش آیتی که دیدین شما میتونید اینجا اپلای کنید میایم سر موضوع اگزام ازی گفتم اگزام کور ازی چی است؟ انده 007 چی وقت ریلیز شده؟ لانچ آخرش مارچ 2018 چقدر سوال داره توتال؟ مکزیمم کوشن 90 وقتی که شما امتحان میدنین روبروی کمپیوتر میشینین کمپیوترتان با اینترنت وصل است که دی کمپانی کامپیوتر اگزام شما رو باز لانچ میکنه در روی صفحه سکرین در روی صفحه سکرین هیچ چیز دیگر شما یوز کردن نمیتونین صرف و صرف نمو اگزام است و خلاص هیچ چیز خلاصه شما یوز کردن نمیتونین هیچ دیگه چیز باز کردن نمیتونین اما کل صفحه تانه صفحه اگزام میگیره
یا یک سوال میایه، یک سوال چهار جواب میباشه، حل میکنین، جواب صحیحش تک نکست تک خودش هم تک تنظیم شده که آمو تو امو تو تنظیم کردن، امو تو یک سیستم داره. اگر دیوریشن 2 ساعت است فکس ساعت، با کشورهای آسیایی بالخصوص افغانستان 2 ساعت است. لند آسیایی و آفریقایی چرا که زبانشان انگلیسی نیست، از زبانشان که انگلیسی نیست یک ضربت زیادتر میتونه. لند آف تست 90 دقیقه با خود کشورهای آمریکایی و اروپایی، باز با آسیایی و آفریقایی 2 ساعت است توتال. و چقدر مارکس داره؟ از 900 باید شما 720 مارکس باید بگیرین. پاسینگ سکور، پاسینگ سکور چقدر است؟ 720. و خوش قسم سوال می باشه ملتیپل چویس ام سی کیوز، 4 جوابه، کل سوالشون 4 جوابه است. در کدام زبان ها فل حال امی اگزام است؟ میتونه در جرمن هم است، جاپنیز هم است، اسپانیش و غیره، و انگلیسی هم داره. خود کامتی ای میگه شما وقتی اگزام بدین که کمی تجربه پیدا کنین یا کمی که علمیت پیدا کنین در ریال لایف، صحیح است؟ ایر کورس هم میخونین، یا کمی پرکتیکال یا کمی تیوری میشه، یا کمی برابر اما علمتان میشه تا یک 90%. 10% دیگه شه باز در کار، وقتی که شما در ریال لایف میرین میشه هر چیز کار میکنین روزانه، کارمندا باز با شما مشکلات خدای را میکنن که من اینترنت کانکشن ندارم، کامپیوترم ایتو شده، کامپیوترم اوتو شده، الا برو سویچ، الا برو کل چیز کار میکنید، ذهنتان باز میشه، بسیار چی میشین؟ بولد میشین. دیگه در اونجا که از با شما را میگه که بعد از باز اگزام بدین، صحیح است؟ ایره خود کامتی های میگه خود ایجا هم شما باز انشالله میتونین. آل باز موضوعات طریقه های نو اگزام است، یا قسم میگن که اگزام فور دی فرست تایم شبیه ما ببینین، اما تو نیست. حال سوال های اگزام در اینترنت چی میشه؟ پخش میشه، میبره، فروخته میشه. مثلا چقدر سوال است؟ 400 سوال است، 200 سوال است، 300، 500 سوال است، رو به $20 میفروشن آنلاین. شما سوال ها رو میخوانین، بر یک ماه دو هفته خوب تیاری میگیرین، بعد از میرین اگزام میدین. کل سوال ها دیگه میخوانی کده نه؟ اما قسم است. چرا که نتورک پلاس قیمت اگزام چقدر است؟ $330 است. $330 باید پرداخت کنین، باید اگزام تان گرفته شود. قبل از اگزام تان گرفته میشه، بر شما پروفایل اکاونت کریت میشه. دوجا کس با شما میتونین بعد از اگزام بدین، پول بپردازین، اکانت براتون کریت میشه، تایمتون فکس میشه که فردا اینی ساعت یا یک هفته بعد اینی ساعت اگزام دارین فکس. خب در کجا از پیشتان اگزام گرفته میشه؟ در پیرسن ویوی تستینگ پرووایدر کی است؟ کمپانی پیرسن ویوی تستینگ سنترز یا آنلاین تستینگ. پیرسن ویوی یکی از کمپانی های مشهور جهان است، 3 برانچ عمومیش در یونایتد استیتس هست، اما 5000 برانچ در کل جهان داره. مثلا در افغانستان فعلا یکی در AUF هست، یکی در ایجا در تاپ این تاون تکنولوژی هست. شما در ایجا میتونین تستینگ سنتر ما داری میشه، این لوکال گفته میشه. تستینگ سنتر لوکال ما کنکت هست با پیرسن ویو ای. پیرسن ویو ای کمپانی کامتی آی ای، سیسکو، مایکروسافت اینا را کلش داره در خود. یعنی پیرسن ویو ای مثل یک میانجی واره کار میکنه، صحیح است؟ مثل یک کمیشن کار واره کار میکنه، کمیشن میگیره. چی میگم؟ میانجی واره کار میکنه یا اینترفیس واره. این حال باز ما وقتی که شما اگزام میتین در مو ساعت باز ریزلت شما میاد، این مو لحظه یک لود میکنه ریزلت تان میاد، پاس یا فیل یا هر سی که بود. این حال قبل از اینکه شما اگزام میتین باید 100% به امتحان آمادگی گرفته باشین، یکی خود کورس ایجا میخوانین 2 ماه 2 نیم ماه خلاص میشه. بعد از او باز چی میشه؟ باید اگر 100% اگزام میخواین باید چی کنین؟ اینترنشنالی اگر میخواین شناخته شوین بعد از اگزام بدین، که اگزام میدین باید امتحان آمادگی بگیرین. امتحان آمادگی میگیرین بعد از اینجا میایین به تست سنتر امتحان میدین، انشاءالله 100% کامیاب میشین. بخیر. Any question regarding interaction؟ سوال اگر فیل شده باز چی؟ فیل شدی؟ خلاص پیسه درفت، بعد تکراران امقدر پیسه رو پردازی بعد امتحان بدی. این حاله همی خاطر است که سوال ها چی شدن؟ برامدن به اینترنت یه رو باید شما بخوانیم. چی لیمیتیشن؟ یک بار پیچ دو بار نه لیمیتید است، امتحان داده برو لیمیتیشن داده نه دیگه. وعلیکم سلام.